بریم به سراغ ستاره ها و درک کافی از یک سیاهچاله رو بهشون نشون بدیم دیگه. احتمالا باید با همکارانمون بریم به سراغش. اما میخوام به شما اطلاع بدم که در واقع یکی از هنرمندان کشورمون آقای در واقع نوروز، آقای بیژن نوروز که آهنگساز هستن و پیشتر آلبوم گراویتی یا در واقع جاذبه باید بگیم دیگه فارسیش بله. میشه یا گرانش از ایشون منتشر شده بود، موسیقی های کیهانی میسازن یا برداشتی که از کیهان دارن رو تبدیل میکنن به نوت های موسیقی و از دلش آواهایی به گوش میرسه که فوق العاده دلانگیز. ایسو هم در واقع این تصاویر البته اختصاصی ایسو هست، برای بله. اولین بار در دنیا با این ترکیب و با این موسیقی از طریق برنامه ما با کردیت ایسو و روشن نوروز، آقای بیژن نوروز میشه. بسیار خوب، این تصاویر رو ببینیم که به ما یک بار دیگه نشون میده که دقیقاً داریم به کجا نگاه میکنیم. اگر گفته میشه که داریم به حوالی یا هول و هوش یک سیاهچاله نگاه میکنیم یا به یک سایه یک سیاهچاله نگاه میکنیم، دقیقاً کجا رو میبینیم؟ بین در واقع دو صورت فلکی اسد و سنبله، در واقع به دل در واقع کیهان میریم، جایی که کهکشان M87 قرار گرفته و در دل این کهکشان این سیاهچاله جا خوش کرده. اسد فکر می‌کنم میشه تیر و سنبل شهریور، یعنی جایی که خورشید در این بازه زمانی در چند ماه در دایره البروج رو در حقیقت اونجا در این روزهای اردیبهشت ماه ما در روز اون ناحیه رو می‌بینیم. خورشید آنجاست. خورشید اونجاست الان. بسیار خوب. بریم این تصاویر رو ببینیم که ما رو به دل در واقع کهکشان M87 خواهد برد. همونطور که خدمتتون عرض کردم، آنچه که دیدی در واقع تصاویر اختصاصی ایسو هستش که با آهنگسازی آقای بیژن نوروز یک جلوه دیگه به خودش گرفته، در واقع این تصویر باشکوه با زحمت احسان عزیز، احسان مرچو که در واقع لطف کرد و این